به دیدبان خوش آمدید. من مریم زهری هستم. در مرور مطبوعات این هفته نگاهی میکنیم به بسته شدن تدریجی پرونده سیل در روزنامه و بازگشتشون به بگومگوهای سیاسی. و سالنامه های روزنامه ها که بالاخره پست رسوندن. خب طبق معمول آقای بهنود با روزنامه ها شروع میکنیم. اولیش هم همشهری. این دومین هفته ای بودش که بعد از عید منتشر می شدن روزنامه ها و در تمام مدت هم که منتشر شدن طبیعتاً سر حلقه خبراشون سیل بود و در جای مختلف، از اول که از شمال شروع شد تا اومدش رفت و لرستان و شیراز و اینا تا رسیده به خوزستان. در حالی که تو شبکه‌های مجازی میدونید هنوز ماجرا ادامه داره، هنوز عکسای میاد، فیلمای میاد و اینا، ولی روزنامه ها از شنبه همشهری که بگذریم، همشهری که امکان داره پوشش میده، اون زیر هم اشاره کرده به جمع شدن هنرپیشه ها، بازیگرها، سینماگرها روبروی سینما آزادی که کمک جمع کردن برای سیل زده ها. خیلی ماجرای مفصلی. اون حادثه آقای کلهر رو هم، این اولین شبیست که در تهران در تالار وحدت اجرا شد صدای شهر خاموش، این کنسرتیست که آقای کلهر درست کرده است برای یادآوری بمباران حلبچه، شیمیایی حلبچه. از اسمش هم صدای شهر خاموش، خاموش میاد و هر کسی که شنیده، ما هنوز جزئی تیکه کوتاهی کلش رو نشنیدیم، ولی هر کسی که شنیده معتقد است یک شاهکار دیگه به شاهکارهای موسیقی ایران اضافه شد. در این حال این طرف هم دارید میبینید که این مهم استش که این دختر جوانی که رفت روی بوکس قبل از اینکه بره جزو به اصطلاح خبرهای منهیات و اینا قرار بگیره، بالاخره تو همشهری اونجا هست، حضور داره. خب بریم سراغ شهروند. از روز دوم هفته تعجب ما شروع میشه. نشریه هلال احمر هست که مال خود هلال احمر باید قاعدتا به سیل بیشتر پرداخته باشه، به خصوص الان که این ارتباط مردمی مردم هلال احمر خیلی جا افتاد. بله. بیشتر از دفعات قبل. بله. که چهرهای مشهور بودند و پراکنده می شدن اینا، نه الان خیلی اتفاقات و متمرکزی پیش بود. ولی نه، مثلا خبری راجب مرجان خانم شیخ الاسلامی، راجب فیلم تختی و مهمتر از همه این جنجال مربوط به مسابقات فوتبال و اینکه یکی از دروازه‌بانان متهم شده است به اینکه تو شرط بندی چیز بوده، یعنی به حال یه سوگیری شده است تو نتیجه بازی و بقیه چیزایی که بقیه جای دنیا هم هست. خب بریم خبر جنوب رو ببینیم. خبر جنوب در حقیقت معتبرترین روزنامه منطقی کشور، همونطور که اون بالا هم نوشته، یه بار هم انتخاب شده به این عنوان. نشریه ایست که خیلی بهتر از بسیاری از روزنامه های منطقی کار میکنه، ولی به حال جای تعجب ما هم باقیه که روزنامه جنوب در بیاد و در کل صفحه اولش در روز دوشنبه هیچی راجب سیل نباشه. ملاحظه میکنید که همه چی هست، از نتیجه دادگاه بانک سرمایه تا این حرف عجیب رئیس قوه قضاییه که ظاهرش ظاهر مقبولی است ولی پشتش اصلا مقبول نیست، به خاطر اینکه ایشون گفته است برای حفظ اعتماد مردم با مفسدان برخورد عبرت آموز شود. نه، قاضی که برخورد عبرت آموز برش معنی نداره، قاضی باید مطابق قانون حکم به عدل بده. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اون بالاست. به حال خبری است که تو هر نشریه دیگه هم میتونست باشه. خب بریم کیهان رو نگاه کنیم. روزنامه بعدیمون کیهانه. ببینید کیهان خبری که بعد از عید از داخل نشریات مثل کیهان و نشریات دیگه تراوش میکنه بیرون، این است که به نظر میرسه یک تفاهمی در جناح اصولگرا به وجود اومده بر سر دو نفر، یکی آقای رئیسی، یکی آقای قالیباف. چرا اینو میگم؟ برای اینکه از بین سطورشون میخونم. علاوه بر مثال برای شما میگم، اینجا این خبر رو ببینید، کلیسای تاریخی نوتام در آتش سوخت، کسی عقده‌گشایی سیاسی نکرد. اشاره کرده به ماجرای پلاسکو، این دو تا رو با هم مقایسه کرده. میگه که بله، اصلا در حقیقت کیهان خبر نمیده، مناسبت خبرش همون دومیه که میخواد بگه، همون کسی عقده‌گشایی سیاسی نکرد. داره میگه که اینا اومدن، ببین دنیا چجوری رفتار کرد، فرانسوی‌ها چه مؤدب بودند و اینا،
در حالی که به یاد میاریم که در ماجرای پلاسکو با شهردار سابق دیدین چه کارهای بدی کردید و اینا باشه. یکی دوم هم این خبری که باز این پایین هست، البته هیچ کدوم اینا خبر نیست، تحلیل مقاله است هرچی، بازی اسفامیل شورای شهر به جای حل مشکلات تهران. اشکال داره کیهان دفعه چندم شم هست مینویسه، اصولا روزنامه اصولگرا کردن به این نامگذاری که تازگی شورای شهر تهران تصویب کرد، خیلی هم استقبال شد ازش، خیلی و روزنامه های دیگه هم، روزنامه دولت و بقیه هم خیلی ازش استقبال کردن. حالا خواهیم دید. حالا کیهان ناراحته، بسیار خوب بهم میفهمم. بعد در به خصوص در مورد آقای شجریان، طبق معمول خودش داخل گیومه عناوینی به کار میره که واقعا بیرحمان و سخت. بله، اولین بار نیست که کیهان میتازه اینجوری به آقای شجریان. بعد اون جای سوالی رو مطرح میکنه، میگه بعضیا میگن این کارا که کارهای قبیحی از نظر کیهان، اسکوزاری اینا که آدم های فلان و بهمان هستن، اینا به خاطر حمایت از فرهنگه، در حالی که به نظر کیهان حمایت از فرهنگ اون کاری بود که شهردار سابق میکرد، که هم به اصطلاح فرهنگ سرا می ساخت و هم اینکه مراقب بود که افراد ناباب تو این فهرست فرهنگ سرا اینا نیان. به حال نظر ایشونه. من اصولا در پشت جلد می بینم که انگار تو دید و بازدید عید یه تصمیماتی همون زیر گرفته شده. ممنونم آقای بهنود، به شما برمیگردیم. پوشش خبری بی بی سی فارسی از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران ایران از طرف آمریکا واکنش‌های زیادی داشته. تا لحظاتی دیگه امیر عظیمی مدیر اتاق خبر اینجا با من خواهد بود تا به سوالات و انتقادات شما در این باره پاسخ بده. امیر عظیمی مدیر اتاق خبر بی بی سی فارسی امروز اینجا مهمان ماست. امیر به برنامه دیدبان خوش اومدی. سوالی که امروز از تو داریم در مورد پوشش خبرها و گزارش‌های مربوط به اضافه کردن اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست تروریستی آمریکاست. سوالی که من دارم امروز در مورد ایمیل‌های متعددیه که ما از مخاطبانمون دریافت کردیم که دو بخش میشه. یه عده خیلی زیادی از جمله سینا انتقاد دارن که شما طرفدار سپاه پاسداران بودید و یه عده دیگه ای مثل صابر دقیقاً برعکسش رو میگن و میگن شما حامی آمریکا بودید. دلایلی رو هم عنوان میکنن، از جمله اینکه به محض اینکه صابر نوشته به محض اینکه این خبر منتشر میشه شما سریع بهش پرداختید و به نظر میرسید که خوشحال شدید ازش و انگار که گفتید تصمیم درستیه و اصلا سپاه خودش تروریستیه. و مورد دیگه‌ای که عنوان کرده این هستش که سپاه پاسداران با زیرمجموعه‌ای حدود 11 میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان تروریست اعلام شده و به نظر شما جای خوشحالی داره، به نظرش رسیده که ما خوشحال شدیم از این خبر. پاسختون به این افراد که از هر دو دسته هستن چیه؟ ببین، ما پوشش خبر همونجور که گفتن سریع خبر رو پوشش دادیم و به این افتخار میکنیم، چون کار ما این هست که خبر رو در سریع ترین زمان ممکن، خبر دقیق رو به مخاطبمون برسونیم و در این مورد هم ما همین کار رو کردیم. خبر رو ما پوشش دادیم، خبر عمده و بزرگی بود و برنامه روال عادی برنامه‌مون رو هم حتی قطع کردیم و این تا بتونیم این خبر رو کامل و دقیق پوشش بدیم. بعد از اینکه خبر رو ما پوشش میدیم، تحلیل خبر، اینکه معنی اون خبر چیه، تفسیر این اتفاقی که افتاده چیه، این مرحله بعدی بوده که ما در مورد این خبر هم مثل همه خبرهای مهم دیگه داشتیم. طبیعتاً هر خبر مهمی مثل این دو گروه، چند گروه، دیدگاه مختلف ما داریم. در مورد این هم ما امکان این رو دادیم به آدم‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی مختلف، با علایق سیاسی یا گروهی مختلف در مورد این صحبت کردن. یک گروهی در مخالفت با این تصمیم دولت آمریکا که چرا سپاه رو در این فهرست گذاشته، یک گروهی در موافقت و حمایت از این تصمیم آمریکا که اتفاقا خیلی هم مثلا تصمیم به جای بوده و اینا، و اینا هر کدوم فرصت داشتن نظرشون رو در برابر کسی که از طرف مقابل نظر میداده وارد این گفتگو بشن و ما این امکان رو و این سکو رو دادیم که اینها بتونه دیدگاه‌های مختلف مطرح بشه و خودمون هم تا اونجایی که ممکن هست بیرون از این موضع گیری ها میستیم. کار ما خبر دادن و امکان تفسیره. اگر اینطور هست و ما بستر لازم رو فراهم کردیم برای اینکه نظرات مختلف مطرح بشه، به نظر شما چرا پس انتقاد وجود داره؟ ببینید، انتقادها به هر حال طبیعی هست. ما وقتی یه موضوع به این مهمی اتفاق میفته، خبری که میتونه عواقب بزرگ و زیادی داشته باشه، طبیعتاً مثل یک خط خیلی پررنگ یه دفعه
مخاطب رو به دو گروه یا چند گروه تقسیم میکنه که هر کس بسته به اینکه کدوم طرف این خط هست با یک احساسات خیلی قوی میخواد که نظر خودش مطرح بشه و اون نظر هست که فکر میکنه درست هست و اینا. ما به عنوان یک رسانه کارمون این هست که هر دو طرف موضوع رو و هر چند طرف موضوع رو اجازه بدیم که این مطرح بشه و این نقد صورت بگیره. این کار آسونی نیست طبیعتاً. وقتی شما فرصت میدی به نظرهای مختلف، نظرهایی که متضاد همدیگه هستن مطرح بشن، ممکنه هر گروهی یا کسی از این گروه کسی از اون طرف احساس کنه که به اندازه کافی بهش فرصت داده نشده و همین ممکنه ناراحتشون کنه. ممنونم از تو امیر. امیر عظیمی، مدیر اتاق خبر بی بی سی فارسی. خب آقای بنود، برگردیم به روزنامه هامون. نوبت برگزیده هاست. اولین برگزیدمون شهرونگه که زمینه طنز روزنامه شهرونده. بله. خب این جبران کرده دیگه. این صفحاتی است همش سیله. با دبیری هادی ایدری است و معمولا این نوع کارا رو، یعنی این روزنامه های جعلی رو، فیک رو به طنز منتشر میشه، کاظمی میکنه. و خیلی تو این کار خیلی ماهره و خیلی جالبه. الان این تیتری که من اینجا دارم میبینم، لعنت بر پدر و مادر ابری که اینجا ببارد. ریختن انواع نخاله در کارون ممنوع شد. سیل جاسوس و عامل بیگانه است، کسی گفته. اون بالا هم که اصلا سیل ممنوع شد، کلن ممنوع شد. آره، ستاد بحران به این نتیجه رسید که برای اینکه بحران ایجاد نشه، بعد این کنار از قول یکی دیگه نوشته زلزله کرمانشاه عملیات فریب بود برای سیل امسال. خب بریم سراغ برگزیده بعدی که روزنامه ایرانه. اون داستان اسم و اینه که گفتیم، یه گزارش خوبی تهیه کرده روزنامه ایران که اولا خب اون کار رو به طور کلی درخشش ستاره های فرهنگ و هنر زیر آسمان شهر دیده برخلاف اصولگره ها، و بعد این نقشه که حالا 100% دقیق نیست ولی به حال این نینفوگرام هم کمک میکنه. برای من یه مقداری مبهم بود اون موقع که خبرش رو دیدم و این نقشه رو، ولی به هر حال این تصور که جاهایی رو نامگذاری کردن که این افراد هر کدوم خونه هاشون اونجا قرار داشته، این سوال رو بر من ایجاد کرد که یعنی همه اینها تو این یه گل جا زندگی میکردن. نه، حالا تو این اینفوگرام اینجا در اومده، توی یه گل جا نیست، طبیعتا پراکنده است، ولی توضیح که خود شورای شهر داده این استش که این موضوع در نظر گرفته شده. از همه اینا که بگذاریم، آقای بهنود، نامگذاری به اسم فروغ و نامگذاری به اسم آقای شجریان دو تا مورد خیلی مهم بود که من سیمی خانم دانش، خود سیمی خانم بهبانی هم همینطور. بله، سیمی بهبانی هم همینطور. چیزایی بود که به طور مستقیم به همین جهت هم حرفایی که اصولگرا میزنن از این قبیله دیگه. شانس آوردن اینا که ظاهرا کسی جرأت نامگذاری به اسم شاملو رو نکرده. میخوایم بریم یه نگاهی بکنیم به سالنامه ها. اونطور که رسم هست روزنامه ها هر سال یک سالنامه منتشر میکنن از اتفاقاتی که سال گذشته در ایران و جهان اتفاق افتاد. دو تا نکته رو توجه داشته باشیم در شکل این که به هر حال اینها قبل از عید بسته شده، یعنی در طول ماه اسفند تهیه شده و بنابراین توقع ازشون نمیره که چه در حوادث بین‌المللی چه اون پرداخت داشتن. ایران روزنامه دولت است. خب با این طرحی که از اردشیر رستمی دارید میبینید، طرح شاد مثل بقیه کارهای رستمی، تورای کهن بومو بر دوست دارم و اصولا یک نشریه ملی است که در یه اندازه مناسبی هم این که من دارم میگم اندازه مناسب یه طعنه است به یه کسی دیگه که بعدم میاد. و آقای دلیری چیز که روزنامه است که به هر حال این یک سالنامه است که به نظرم خواندنی میاد، جز اینکه مثلا میزگردای خیلی خوب داره. یه میزگرد الان دارم میبینم اینجا که با آقای مجابی و چکنواریان رضا کیانیان هست، درباره فرهنگ رو مردم میسازن نه دولت ها و حکومت ها. یک گفتگویی هم با آیدین آقداشت رو کرده که البته چند تا سالنامه دیگه هم امسال از جمله کسایی که غیر از آقای صادق زیبا کلام بودن توی سالنامه ها آقای آقداشتلو بود. خب بریم سراغ اعتماد. آقای بهنود، اعتماد هم خیلی ملیه نیست؟ از بله، پرچم ایران رو دوباره دوستت دارم ایران رو جلدشه. ولی اجازه بدین من به یه بخشی اشاره بکنم از این سالنامه نوروز 98 که به زنان پرداخته مفصلن، مصاحبه های مفصلی کرده با
بعضی از نماینده های مجلس، با خانم ابتکار، با خانم نژاد بهرام و در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان مفصل با اینها مصاحبه کرده، در مورد شکاف جنسیتی با خانم نژاد بهرام صحبت کرده، از ابعاد مختلف بررسی کرده که من این بخش رو بسیار خوندنی دیدم، برام جالب بود. طبیعی است شما به ما نمیگفتی، اما متوجه میشدیم که از این مجله‌ای که زمینه های مختلف رو دیده، شما بخش زنانش رو خیلی مورد توجهتون قرار گرفته. بله هست، ولی به حال بخش های دیگه هم پوشانده. سالنامه خوبی است آقای مفتا، که اصولا مثل بنده عقیر از مجله به روزنامه اومدن، هم تو کرگدن هم تو همین سالنامه آثار انگشتش پیداست که به مسائل یه نوع مجله‌ای و در نتیجه شیرینی نزدیک میشه. خیلی هم عالی. بریم روزنامه بعدی رو نگاه بکنیم که شرق هست. خب شرق برخلاف روی جلدش که خیلی به نظر میرسه که سیاسی و این حرفا هست، نه، مباحث تو هم داره. این چهره‌ای که داریم ببینین از نظر شرق چهره‌ای است که در سال گذشته خبرساز بودن و بودن تو صحنه بودن. خب طبیعتاً بزرگترینشون آقای ظریفه، با اون استعفا و با حواشی کار، و بعد از بین کسایی که از کابینه خارج شدن آقای آخوندیه، طبیعتاً از کسایی که تو کابینه هستن و مطرحند خیلی آقای جهرمیه که یه مصاحبه هم کرده، تو مصاحبه گفته است که من کد تخریبم انتخابات 1400، چون به نظر میرسه حرف دقیقی هم هستش اینجا. بعد در این حال آقای اصغرزاده رو داریم ببینیم، در بین ادبیات معتقد است که خب پرکار، یعنی پرگفتگوترین در سطح جهانی هم شاید بشه گفتش آقای دولت آبادی است هنوز خوشبختانه. و از بیان هنرمندانی هم که در سال گذشته فوت شدن، آقای انتظامی رو آورده است، و از بین ورزش هم آقای برانکو رو گرفته، چون پرسپولیس به حال وضعش خوبه، یا دست کم تا موقعی که مجله منتشر می‌شد خوب بوده، ولی بعداً یه در این فاصله مساوی هم کرد که خیلی خوب نبود. اینجا هم البته مسئله زنان به مسئله اقتصاد به خصوص، این یکی از مهمترین کاری که تو این شماره دارم می‌بینم انجام شده، پرداختن مسئله اقتصاد و ولیعهد سعودی رو هم دارید می‌بینید که جزء خبرسازهای سال بوده است و بخشای هنر. خب آقای بهنود، آخرین سالنامه روزنامه‌ای که می‌خوایم بررسی بکنیم سازندگیه که دل پردردی داری نظرش. بیشتر دل پردرد ما رو پست ایجاد کرد. پست 28 اسفند مجله هامون رو تحویل گرفت و 26 فروردین داد، در حالی که این فاصله حد اکثر باید بشه 5-6 روز دیگه، در حالی که یه ماه. چرا انقدر طول کشید؟ حالا بعد از زد و خوردهای مفصل کامپیوتری و رجوع و بالا و پایین و به همه کسان در تهران، در اینجا، در لندن، همه اینا، معلوم شده که دلایل اصلی این ماجرا این اندازه است که آقای قوچانی برای این مجله انتخاب کرده. قطعش. یعنی شما نیا کنید که مجلات دیگه معقول در این اندازه هستن، یا دو برابر اینم بیشتره. در نتیجه اونا هم سعی کردن اینو سعی و سالم بذارن، این بسته بزرگتر از بسته معمول شده است و در نتیجه این بلا سرش میده. اما ما با گفتن این حرف نمیتونیم کار بسیار مهمی که انجام دادن بچه های سازندگی نادیده بگیریم. به هر حال سازندگی متعلق است به حزب سازندگی. اگر من اینو نمیگفتم شما از این مقالات متوجه میشدین. غلام حسین کرباسچی، سید حسین مرعشی، محسن هاشمی، فائزه هاشمی، علی هاشمی، محمد هاشمی، آقای ادریانفر و همتون میره. فقط این آقای زیدآبادی رو از این وسط بیاییم بیرون، بقیه معلومه که کجا هستن. ولی میبینید که هم فصل بندی و همین که گفته باشم این یکی از 3 سالنامه ایست که منتشر کرد. تدبیری که سازندگی به کار برد این بود که قبلا هم عرض کردم در 3 روز آخر سال که روزنامه فروش ها بودند و بنابراین توزیع وجود داشت، این سالنامه رو به 3 بخش تقسیم کرد و در 3 روز آخر سال همراه روزنامه در آورد، که این هم یه تدبیری بود برای دور زدن این که نره اینا باد کنه رو میز روزنامه فروش، که به حال چون ضعیف در روز مثل بقیه چیزای مملکت نیستند و در تعطیلات هستند، بلکه بیشتر دیده بشه و بیشتر فروش بره. بریم سراغ مجله ها و سالنامه هاشون. خب شماره نوروزی مجله فیلم دارید میبینید. اولا وقتی که این فیلم میبینیم طبیعی است که درباره فیلم غلامرضا تختی هست. سالنامه ای هم که به عنوان سالنامه فیلم منتشر میکنه، اون هم توش به اصطلاح همین فیلم غلامرضا تختی
هست که روی صفحه اول. به نظر میرسه که همه متخصصین و همه سینماشناسا و فیلمشناسا منتظر بودن در عید امسال یک انفجاری رخ بده در نظر تیراژ و رجوع برای فیلم غلامرضا تختی، چیزی که هیچ کسی تو محاسبش نیاورده بود. و بسیاری دیدم، هم تو در سازندگی حتی دیدم که مقالاتی نوشته بودند در باب اینکه ما پیش بینی کرده بودیم که غلامرضا تختی میشه و پیش بینی نکرده بودیم هرگز که رحمان 1400 میاد میره، همه رو شگفت زده کرده که ماجراهایی هم داشتیم. بله، حالا اونم اون بشه تا بعد از سیزده بدر دیگه دوام نیاورد و برداشته شد. بله. ولی اون چیزی که مهمه این که تقریبا همه روزنامه‌ها دیدید چهروند که در صفحه اول هم داشت، هنوز بعد از گذشتن سه هفته از سال هنوز از این داغ بیرون نیومدن، گفتگو میکنن، مصاحبه میکنن، مقاله مینویسن که در جستجو اینن که اینو پیدا کنن. بیشتر مقالات احساس میکنم که کششش به سمت این هستش که این یه تحولی در مردم هست و یه اتفاقی در ذهن تماشاچیست که انقدر راحت طلب شده که رحمان 1400 رو ترجیح میده و بقیه. حالا از بین یادداشت‌ها شما این چیزی رو دیده بودین؟ بله، توی یادداشت‌ها برای من خیلی جالب بود، پرویز نوری یک یادداشتی داشت اشاره کرده بود به ارحام صدر و دل شکستگی و دلزدگیش، آخرین سفری که با ایشون به آمریکا رفته بوده، تئاتری که اونجا روی صحنه برده بودن بر همون سبک و سیاق آقای ارحام صدر انتقادی، ولی ظاهرا اونجا استقبال شایانی نشده، استقبال که نشده هیچ انتقاد هم کردن، به طوری که به نظرم میاد که آخرین اجرای ارحام صدر بوده اون اجرا. بله دیگه، تا جایی که ما میدونیم همینطور که آقای نوری نوشته، اولا خب میدونید که آقای صدر 5 سال پیش فوت شدن. بله، بنابراین تو ستون درگذشتگان این در حقیقت به درگذشتگان امسال ارتباط پیدا نمی‌کنه. ولی من خیلی خوشحال شدم که اسمی از ایشون بود. اینو میگفت و اتفاقا درستم است، چون شاهد ماجرا بود که در لس آنجلس اتفاق افتاد. اون سال وقتی که آقای ارحام صدر رفتن، خب ارحام صدر نه فقط برای شما اصفهانی‌ها، برای همه ماها یه سرمایه ملی بوده است به هر حال. آقای نوری بهشون میگفته شهردار اصفهان. بله دیگه، اون به هزاران دلیل شهردار اصفهان بود. اولا که مراقب کاری که باید سازمان گردشگری و جای دیگه میکردن همه رو به تنهایی انجام میداد، یعنی هر آدم نسبتاً معروف یا معتبری که وارد اصفهان میشد او حساب کتابشون رو داشت و بنابراین یه جوری باید که میرفتن. و بعدم واقعاً یکی از چیزهای دیدنی اصفهان نمایشای هر شب او بود و این فی‌البداهه بودنش و دائما با تماشاچی صحبت کردنش. ولی همین آدم با همین موجودی حرکت کرده رفته به لس آنجلس و در اونجا نمایشو گذاشتن و اینطور که گفته میشود نه تنها رضایت اهالی رو فراهم نکرده، بلکه که همین تقسیم بندی سیاسی ها و اینا سرش بعد دو چکه، به طوری که بعدن که آقای نوری بهش پیشنهاد کرده که یه سناریویی داره که بازیکن ایران، گفته نه دیگه بس. واقعا هم موقعی که برگشت به ایران که در فاصله کمی بعدش متاسفانه فوت شد، کاملا این یأس و دلمردگی رو در اهرام میشد دید. اما به حال مجله فیلم یادداشت دیگه هم داره، یادداشت پرویز، گفتیم پرویز نوری، در این حال از آقای پرویز دوایی هم یاد بکنیم، یادداشت آقای طالبی نژاد هم نوستالژی بامزه است. غیر از اینکه گفتم نوستالژی، نمیتونم بگم که دو سه تا بخش از سالنامش رو، از سالنامه معمولا کلوفتی که مجله فیلم در میاره، در اینجا استفاده کرده، از جمله یادداشتایی که آقای بابک احمدی و آیدین آقداشلو و یکی دیگه از دوست آقای قائد، گفتگویی که با آقای قائد کرده در این باره که همش خوندنیست. آقای بابک احمدی عنوانش اینه: نوستالژی هم دیگه اون نیست که بود. خب پس بریم گیلوار رو ببینیم. خب این داستان این که مجلات منتشر شدن بعدش سیل اومد، ببینید نشریه گیلان رو چیکار کرد. این نشریه گیلکی است که به دو زبان گیلکی و فارسی منتشر میشه، خیلی هم خوش ذوقن توش، به خصوص این دفعه که خاطراتی هم از آقای سرتیپور، جهانگیر سرتیپور، که خیلی سیاستمدار خوش بیان پاک دامنی بود و خاطرات خیلی خوبی داشت از بعد از جنگ تا دوره ماها، اون رو هم گذاشته. ولی گیلوان ببینی از همین طرح شروع میشه. شمال، سرمقاله اینو میگه، شمال کویری در راه،
یعنی این موقع نوشته شده که خوشسالی رو در خوشسالی پشت سر بوده، خوشسالی در جلو دیده، حتی زیاد کرده گیلان و مازندران و گلستان و خود کاسپین سی و اینا همه خشکن. و مقالاتی هم که نوشته در همین باره است که البته به لطف مجله که به خصوص تو شعراش بیشتر شعرهایی که داره از جمله شعرهای آقای افراشته همه به زبان گیلکی است. خیلی هم عالی. خب آقای بنود، این کارتون یا کاریکاتور چیه ماجراش؟ کارتون مهدی عزیزی است که میدونید درباره این خانمی است که در تونس، ببخشید در سودان، از این ماجرایی که بر سر عمر بشیر اومده است تا حالا که فرستادنش خونه، در این مدت او در اونجا کار میکنه. ولی من وقتی نگاه کردم، من آقای مهدی عزیزی رو نمیدونم، ولی خودم رو میدونم که وقتی اینو دیدم یاد بچه های کوچه انقلاب افتادم. خیلی ممنونم آقای بهنود. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون رو درباره برنامه‌های BBC فارسی برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید. نظراتتون رو برای ما بفرستید با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام یا در توییتر با شناسه @BBCDیدبان. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. شب و روزتون خوش.